بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و مهر آفرین. میندای گرامی، سلام‌های گرم ما و همکاران تلویزیون جهانی امید 24 که مملو از درد است و رنج است و فریاد از ظلم و رنج از مصیبت و بدبختی کشور شکایتان تقدیم میکنیم. امیدوارستیم شما جور و صحتمند و تندرست باشین. به همین آرزومندی برنامه امروز آغاز میشه. دیشب بیندای گرامی میخواستیم مطالبی به خاطر ماه مبارک رمضان جواری کنیم، تهیه کنیم، بنویسیم، که ناگاه هموطن در فیسبوک نوشتن خدایا خیر، صدای انفجار بسیار شدید. با دنبالش ده ها هموطن دیگه ما نوشتن خدایا خیر. خدا خیرگویی ها زیاد شد و بالاخره نوشتن ها آغاز شد و هر کدام از گوشه نوشتن تا ای که بالاخره مشخص شد که محل حادثه در کجاست. اولین عکسی که از محل حادثه به نشر رسید نشان میداد که حادثه بسیار خطرناک و وقوع پیوسته است. مواد انفجاری فراوان انفجار داده شده است. وقت خبرنگار طلوع اولین گزارشگری بود که گفت که ما رسیدم به محل و مسئولین میگه که تا فعلا 60 تن به شفاخانه منتقل شده هست. رگ جانی متکون خورد. احساس کردم که نی، اون قیاد فاجعه عمیق‌تر است از ایست که 60 نفر. تا لحظاتی که ما افطار کردیم و بسیار مشکل خوابیدیم آمار شهدا به 80 نفر و زخمی ها بالای 320 نفر بود. چقدر ساده 80 نفر شهید و 320 نفر زخمی. مرگ نشین ها هم تقبیه کردن، کار تمام شد. اما درد آور است هموطن، رنج آور است. در ماه مبارک رمضان، در ماهی که در قرآن آمده که در این ماه جنگ ممنوع است و ریختن خون حرام است، یک میای موتری را منفجر می سازه و با حیات قریب به 600 خانواده بازی می کنه. هر کدام از اینا که امروز شهید شدن و زخم برداشتن ناناورای فامیل خود بودن، خانواده ای رو متکفل میکنن. واقعا درد آور است، واقعا رنج آور است. من تو در فیسبوک نوشتم این حادثه با حادثه شاشعید هیچ فرق نداره، هست عین وسیله کار گرفته شده. در اینجا هم تا حالی که گزارش ها میرسانه تقریبا 7 متر زمین فرو رفته و اگه شب میمید من یقین داشتم که این حادثه را پنهانکاری میکردن، ولی روز بود همگی خبر شدن. حادثه شاشعید حزب اسلامی و بسیار افتخار مسئولیتش گرفت. عین روش در حادثه چارای زنبق به کار رفتن و ببینیم که مسئولیت هیره که با داشت میگیره.
البته ما سعی کردیم هموطنان گرامی که جزئیات گزارش از گوشه و کنار جمع‌آوری کنم، تسلسل بتونم و خدمت شما تقدیم کنم. رادیوی آزادی گزارش داده است که یک منبعی که نخواست نامش فاش شود و هویتش محرم بماند در صحبت با رادیو آزادی گفته که تهدید حمله بر منطقه که امروز در آن حمله صورت گرفت از قبل وجود داشت. و گفته منبع اطلاعات درباره این تهدیدها با نهادهای مربوط که شامل وزارت داخله، تأسیسات داخلی و خارجی که در این منطقه قرار دارند شریک ساخته شده بود. خب هر وقتی که یک حادثه صورت میگیره، یک روز بعد یا دو روز بعدش میگیره که ما این تهدیدات شامل مسئولین امنیتی ساخته بدهیم. خب مسئولین امنیتی بسیاری از اینا وابسته ها و نوکر ها و اجیر های بیگانه هست که آمدن نصب شدن. خود اینا در قتل عام و بدبختی ملت ما دست دارن. اگر بیگانه های مغرض، اگر یونایتد نیشن و امریکا و اینا به مردم دلسوزی بیداشتن، این معلومات های خود به صورت عام شریک بسازن که ملت به اون منطقه نره. چهار کارمند دولت سفارت امریکا مهمتر، خونش رنگین تر از هموطنان بیگناه ما نیست. چهار کارمند ملل متحد خونش از هموطنان ما رنگین تر نیست که برای از اونا ایمل روان میشه که در این منطقه شما نرین، انتحاری میشه، کشته میشه، تا جانای شما عزیزان در همان بانه و صدهای دیگه که از بین میره و کشته میشه مهم نیست. جس که مشخص میشه که تمام دستا، چی امریکا و چی ملل متحد و چی انگلیس و چی پاکستان، همه دستها در راه اندازی جنایت در کشور من و تو هم بدن مشترکن کار میکنن، مشترکن پیمان کشتار هموطنان ما را میبندن. ولی بالاخره یکیش باز مادر دلسوز میشه و یکیش عشق میریزه و یکیش اطلاعیه صادر میکنه و یکیش اعلامیه صادر میکنه و یکیش کاری میکنه و مردم ما رو فریب میدن. اما خود از اینو میگن که ما قبلا اطلاع دادیم. وقتی که اطلاع دادین شما به دو وزیر وابسته و نوکر اطلاع دادین، شما به معصوم استانیزه اطلاع دادین که خود از یک نماینده آیسایت او مانع طرح اجراءات آیسای در افغانستان میشه، حنیف اطمرمانه اجراعات از اونو میشه، یا یه سرپرست وزیر دفاع که نماینده حنیف اطمره. مشخص است که وقتی که طرح دادیم اونا هم از خدا میخواین که چهار تا مسلمان دیگه هم از بین بره تا یک کفار لعنتی که در حق نشستن بالاخره هم حارزه و یفیز لامینه برآورده بسازن که یک میلیون نفر کار دارن. واقعا دردآور از وطنان عزیز آدم نمیفهمه بلاخره سرنوشت این مردم ما به کجا میرسه. اما وطن عزیز ما از کامل نشته کنند وقت سفارت امریکا و مؤسسات خیلی جاسوسی با کارمندانشان پیامک میفرستند که امروز در خانه باشین که انفجار میشود، پس این دولت لعنتی چرا برای مردم و ملت بیچاره نمیگهد در خانه باشید که انتحار و انفجار میشود. و بلاخره مسئولیت این عمله را گروه داعش به خود گرفت. من فیلم از داعش پری روز بینده گرامی رو قصدن نشر کردم، اما نه هموطنان ما او را دیدن ندیدن و اگر ندیدن تماشا کنن. الجزیره یک فیلم خیالی ساخته برای معرفی داعش. یعنی داعش یک پروژه است، ما نمیخوایم بگیم که یک واسطه است. همین فیلم خودش نشان میده که داعش یک پروژه است و چه قسم الجزیره تلاش داره که گروه 12 نفری را به حساب نشان بده که اینا در کوههای افغانستان هستن و میرن به خاطر عملیات. ما امروز بار دیگه داعشی عملیات عمل رو بدوش گرفت. ریاست جمهوری در واکنش به انفجار خونین در شهر کابل که دست کم 80 تن کشته و 463 تن دیگر زخمی شدن، جلسه فوق‌العاده امنیتی برقرار کرد. این جلسه فوق‌العاده امنیتی به ریاست اشرف غنی بعد از ظهر چهارشنبه در حرب برگزار شد.
در جلسه مسئولین ارشد ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور در خصوص چگونگی حادثه تروریستی امروز کابل معلومات دادند. در بخش از اطلاعیه ریاست اجرایه آمده است. شما خوب دقت کنید بیندای گرامی و هموطنان عزیز و شهروندان کابل، مسئولانه اطمینان میدهیم که با تمام توان و قوت و بیاری عزت زوج جلال به این حمله طالبان و تروریست ها و همکاران سیادل داخلی و بیرونیشان پاسخ جدی داده و این جنایتکاران را به سزای اعمالشان میرسانیم. یکی از دردهای مردم در چیریان 17 سال ساده شدن اینمت بیانی هاست که زخم بیشتر نمک بیشتر بر زخمای مردم پاش میدن. وقتی اینا میگن که ما با عاملین برخورد جدی میکنیم، مردم دفتن میگن که شما خائنینی که در حرک نشستین، شما دو خائنه که یعنی تو دکتر عبدالله و تو اشرف غنی که در حرک نشستین، اگر بخواین این مردم ها رو مجازات کنین، اول دروازه های زندان رو باز نکنین، اول تروریستان از زندان جاده نتین که بیرون بیاین. وقتی که شما یک هفته قبل 80-90 نفر تروریستان شناخته شده حزب آزاد ساختین، وقتی که صدها تروریست طالب شما از زندان ها رها ساختین، پس این اداره نکنین که ما با عاملین حادثه برخورد جدی میکنیم و اینا رو نابود میکنیم. نخیر، بگوین که ما عاملینی که دستگیر شده اینا رو پرورش میدیم، آموزش میدیم و دوباره برای کشتن شما مردم، برای از بین بردن شما مردم بحث سر کار روانشان میکنیم تا بیشتر بکشن. این خط ملت و چی درد نخوره؟ 30 میلیون نفوس افغانستان یک و چی درد از اینا میخوره که زنده باشن؟ خب باید به شکل اشکال از بین برن. امروز طفل وطن میدانه که طالب و دایش و ترورست همگی از هرگو ستون پنجم دستور میگیرن و دستورشان حملی میکنن. پس ایهای دکتر عبدالله و دکتر غنی انتقام کیره از کجی و در کجا میگیرن؟ خود از اینا قدر ناتوان هستن که یک کس ضرورت که دست از اینا رو بگیرن. اردوی از این فعلا از پای افتاده. فقانهای اردوی از یکی از ترس حکمتیار، یکی از یکی از کاروان جمعیت به طول مدت به آسمان رسیده و اینا با این ناتوانی من انتقام ملت از دشمنان میگیرن. اما گفته سابق است که از خاطر دو دکتر شوم به سخت تمام شهر رو حالا سرنوشت ما را دو دکتر که خودشان بیمار هستن، ناتوان هستن، ولی معاملگر هستن، اجیر و نوکر چشم بسته بیگان هستن، میخواهند رقم بزنن. خوب میدانیم از روز قدم های منحوس و شوم این دو دکتر به حرک رسیده است، ملت تا یک روز به آرامش زندگی نکردند. یک دکتر چون دیوانه ها فریاد میکشد و چیخ میزند و آن دیگرش غرق در مود و فیشن و آرایش است که اردو با همین مصروفیت هایی که دارن فرصت آن را هرگز نمیابند تا با مردم بهندشن. نفرین و باز هم نفرین بر چنین دولت وابسته و دو دکتر مزدور و بیگانه پرست. و این بحث با پرسش های آقای ملک ستیش با پایان میرسانیم که میگن ما نخست نکوهش تپه میکنیم، سپس از شهادت روز پنجم ماه مبارک رمضان با مباهات یاد میکنیم، آنگاه به ملاقات های قربانیان می رویم و عکس های یادگاری می گیریم، با وعده های دروغین و زشت های قبیح سوگند نامه ها پیشکش می کنیم و فردا و پس فردا فاتحه می گیریم تا اینکه حادثه سرد شود و رویداد دیگر اتفاق بیفتد. این سناریو ادامه دارد. اما هیچگاه به عمق فاجعه نمی پردازیم. آیا برنامه های جنگ و صلح ما مشکل دارد؟ آیا ما با دشمن واکنش جدی داریم؟ چرا دشمن شهر و مردم را ویران می کند و ما برادرش می خوانیم؟ آیا ما قدرت مهارسازی حملات استخباراتی را داریم؟ اگر نداریم مشکل در کجاست؟
آیا ما ظرفیت مدیریت بحران را داریم؟ آیا ما ماموریت کارای دفاعی پلیس و کشف داریم؟ منابع جنگ برای دشمنان چرا شناسایی نمی شود؟ آیا ما منابع جنگ داخلی را با نیازمندی های جنگ در افغانستان میزان کرده ایم؟ آیا ما توان هماهنگی صلح پروری را در سطح منطقه داریم؟ چرا جهان اسلام در این ماه مقدس خاموش است؟ آیا این ضعف دولت اسلامی نیست؟ من این پرسش ها را از سخنگویان بی محتوای دولت و حکومت نمی پرسم. من این پرسش ها را از وجدان های بیدار این جامعه می پرسم. شنیدن پاسخ های سخیف این سخنگویان زخم خونین این ملت را پاره تر ساخته است. خاموشی این گروه توجیهگر به از آن عرف های بی معنا. پیدا می برنامه توجه کنید.